درود به دوستان عزیز مخلصان گوشتین جودو. این گزارش ما از روز دومی رقابت های ورزشگران شهر و ناحیه های کشور آغاز میگردد. اکنون پهلوانانی که وزنشان تا 81 کیلو را تشکیل میکند با گلیمی اول سفر برمیگردند و پهلوانانی وزن دیگر وزن 90 یا شاید اینجا هم بله وزن 90 کیلو در گلیمی دویم رقابت ها را شروع خواهند کرد. نظر بگزاده با لباس های ورزشی سفید است. اصلا این زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان اما در ولایت سوغد عمر به سر میبرد. در تالار ورزشی استاپیریان هنر خود را صیقل میدهد و بیشتر در مسابقه های گوشتین ملی یک محبوبیت و میان جوانان هم در جدا موقع خاصه خود را دارد. حریفش از شهر دوشنبه سبزالیوف. به هر دو پهلوان حمزه رحمتوف داور درجه بین المللی شید داد. رفتی شیدوی سبزالیوف رو بکور کرد. تنها نظر بگزاده آگاهی دارد و اکنون قوه آزمایی پهلوانان در وزن تا 90 کیلو بوس ادامه خواهد یافت. در این وزن تعداد اشتراکچیان راستی خیلی زیاد است و در دور اول یگان نفر آزاد نیست. نظر بک زاده آزاد بک نامش و نظر حق نظر با میرزایوف از شهر دوشنبه اینها جفتی اولی میدانداری وزن 90 کیلو را تشکیل میدهند. متانت نظر بگزاده را روسی در مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رشته جودو سال 2022 مشاهده بودیم که بسیار هم از خود استعداد و مهارت والا نشان داد. در مبارزه هر دو پهلوان الان نتیجه یا امتیاز نیست. کوششی سبزالیوف چندان خوب به نظر نمی رسد. این اگر اشتباه نکنم پرویز سبزالیوف شاید از سلاله سبزالیوف های ناحیه بنگ باشد. فکر میکنم قیافش خیلی با بهروز سبزالیوف مانندی دارد و از بالو از کمربندی رقیب داشتن برای سبزالیوف امکان پذیر است. اما آزاد بیگ آن هنره که قبلا در مسابقات سطح بین المللی چون اشاره کرده نشان داد از آن مهارت و استعداد این چهره حالا یکان نشانه نیست. گوشتینگیریش را سی سوست از داور همین را خوب مشاهده کرد. لکه با آزاد بیگ شیدای دویم را داد. پرویز سبزالیف در ادامه رقابت چون دقیقه دویم فرصت خوب یا امکانیت مساعد را برای ادامه حرکت بعدیش خیلی خوب با وجود آورد. اما آن را سپس صرف نظر کرد چون که مقاومت
با آزادبگ در این روند خیلی بهتر بود. حرکت های آزادبگ هم به طور کسبی خوب به نظر نمی رسند. در استفاده این اصول اندکه موازنت را یا فاصله را هم صرف نظر میکند، چندان اوجی هنر هر دو پهلوان را ندیده استوده ایم. سلیم احمدو با پرویز چند دفعه اشاره دیگر کرد، وزاری را در 15 ثانیه آخر یک لحظه خیلی مناسب برای آزادبگ فراهم شد، مجازاتش کردن و نهایت توانیست که از خود همون بسیار هم عکس عمل دورگردی پرویز سبزعلیو با مقصد موافق بود. وضعیت رو با مشکلی برطرف کرد اما ناکام شد و در این دیدار آزادبگ نظربگزاده غالب آمد. حالت تکرار رو بعد چند لحظه البته تماشا خواهیم کرد. با همین ترتیب، با همین شکلی که ما چون حلوک بیرونه رو ببینیم، خیلی هم در سطح ضروری آزادبگ نظربگزاده خوب استفاده کرد و به مرحله دویم رفت. به مرحله یک هشت نهایی علم افروز عبدالرحمنوف با حیدرعلی شایف، اینها اکنون به میدان برآمدند. از مهارت علم افروز می توانیم یک چند سخن گوییم، اما در خصوص استعداد شایف راستی معلومات بیشتری هم موجود نیست، اما میدان نشان می دهد. علم افروز با رهبری شیرعلی بازاروف تمرین های خود را براه مونده است و این پهلوان رشتی را راستی ما خوب نمی شناسیم. حرکت یا داشتن دستی راستی علم افروز را چون اینجا اختیار کرد، اما برای حرکت بعدیش باز ملکه دیگر یا هنری دیگر تقاضا می شود. حیدرعلی شایف پهلوانان را امروز البته ما معرفی میکنیم که اینها از مرحله اول موفق بودن و حق شرکت در مسابقه امروزه را البته پیدا کردن. کناری راسی میدان اکنون باز هم پرقوتر می شود از حساب صورت افزایی هنری علم افروز عبدالرحمنوف. حیدرعلی شایف یک آگاهی دارد، حریف را تله داده از میدان بیرون می کند. از میدان بیرون شدنی علم افروز داور رو هم بی‌طرف نگذاشت. با این پهلوان داور از ولایت مختار کوهستان بدخشان نیاز اسمت بیکوف شید داد. نتیجه رقابت حالا معلوم نیست، اما در مجازات در اشتباه هم ملکه پهلوانان اینجا برابری رو نشان داده استادن. پرایدا 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 کارو با
آهسته آهسته اکنون شماره مخلصان هم بیشتر می گردد. گوشتینگیری هر دو ورزشگر سست است، دوبار اگر به هر دو شی دادی حد نادرستی حرکتی پهلوانی کبوت پوش با آن زمین نگذاشت که داور شیدای دویم رو با او دیهد. حیدر علی شایف معلوم است که از تجربه غنی مربیان صاحب تجربه با مهارت چندان واقف نیست، این رو هم رفتی میدانداری دیگر باره نشان میدهد. باز هم نادرست داشت، عملش خطا بود، شیدای سیوم گرفت و از میدان رانده شد. غلام افروز عبدالرحمنوف در دیدار اول غالب آمد و به مرحله هشیگنی هایی رفت. گلیمی دویم پهلوانان ایردانوف علیشیر و مرادوف اکمل دعوت کرده می شود. اکمل اشتراکچی بازی های المپی، برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در میان جوانان، استاد ورزش درجه بین المللی، اشتراکچی مسابقه های زیادی گراند سلام، گراند پری و همچنین در قهرمانی جهان در باکو. یک پرتافت اکمل هم به فهرست پرتافت های بهترین شامل شد. اکنون اکمل یک کوششی که اینجا شروع کرد، پشت ناکی هوا دادن رقیب، در این جریان اندک کار اکمل رو می توانست در این جریان که آسان تر کند. راستی علی شیرانه می دانیم این از شهر دوشنبه، اینجا پایتخت رو معرفی میکند و زری هست، فکر میکنم هست و زری نظر من، شاید اشتباه کنم. حالا یک فرصت پیدا میشود که این لحظه این حالت رو ببینیم. داور نیاز دارد به حالت تکراری و زری بود. بله، بعد از بازدید نواری تکراری ما می توانیم که این حالت را دیگر باره شرح دهیم. حرکت از کجا شروع شد؟ می تواند که برای بیرون از میدان بودنی آغاز حرکت داور اندیشه دیگر داشته باشد، اما پرتاب در جریان نیروسنجی خیلی مناسب بود. به خاطر اینه که بیاد یک لحظه توقف میکنیم، یک لحظه منتظر میشویم که داوران چی خلاصه گیری میکنند.
اگر از میدان بیرون برآمدنش را با این نوبت گیرند نمیدونم دیگر این پرتوفت کاملا به وزر ارزش دارد. وقت اندک طول کشید. وزاری هست دقیقا چون گفتیم مشخص بود. دیگر داور هم باید زود تو دلگه خود رو نشان نمیداد و کاملا در رفت نروسنجی از پرتفتی پهلوان کبود پشت. بسیار این حالت دیگری مناسب ایپون اکمال مرادوف در دوری اول غلبه را به دست آورد و به مرحله هشت یک نهایی رفت. میرزا شریف اسماتوف و مزمیر کریمزاده حالا به میدان میبرایند. میرزا شریف اسماتوف نماینده ولایت سوخت انا همین چهره با خلعت سفید است. کریمزاده مزمیر مزمیر از شهر دوشنبه زمیر با رهبری رزقی‌الدین رجب مشورزی میکند. برادری ابوبکر یکابیر است. حالا رجوعی محمد شریف اسماتوف برای حرکت اولین نتیجه بخش بود. مزمیر خیلی جوان است، تنها 19 سال دارد، اگر اشتباه نکنم 18 یا 19 سال در میان جوانان مهارت خوب خود را هم نشان داده بود در چمپیونات کشور در مسابقات مختلف. بسیار هم اینجا فرصت مناسب را اسماتوف دریافت و صاحب امتیاز ایپان شد. چرا مزمیر خود رو اینقدر آزاد گذاشت؟ مثلیانه که بسیار هم بله روسی از این چهره ما باز هم امیدهای داشتیم. به هر نوی اسماتوف که تجربه خوب دارد، اما مزمیر فکر بکنم که با آسانی باید دوچاری ناکامی نمیشد. از آن هنرنمایی، از آن تجربه که ما بیشتر در میانی خوب بینید چه طرزی استفاده اصول که خیلی آسان. خیلی مزمیر تیار نبود در این لحظه که خود رو دفاع کند و با همین ترتیب اکنون اسماتوف به مرحله دیگر می رود. اسلام‌الدین زاده، اسلام‌الدین از دسته شهر و ناحیه های توبه مرکز و تویچی بیگ شریپوف حالا در میدانند. چیبک حالو که بیرونه را اینجا خواست که خوب استفاده کند. رقیبش هم خود را کنار گذاشت. این حالت چندان مناسب نبود برای توی چیبک.
از همین نقطه نظر او صاحب امتیاز نشد و کار در این زمینه باز تقاضای دیگر دارد. انا این لحظه وزاری را با آسانی مال خود کرد. اسلامی دین نماینده شهر و ناحیه های تابع مرکز. و یادآور میشم که هر نفری که اینجا معرفی میشود اینها با همون اصطلاحی که از غلبال استادان و متخصصان گذشتن، اما مرحله به مرحله جای خود را مشخص کردند، در دوره های اساسی انتخابی غالب آمدند و سپس با چمپیونت جمهوری تاجیکستان راحت گرفتند. وزاری ایپون. بله. توی چی بگ شریپوف؟ در این رقابت با آسانی غلبه را مال خود کرد و به دوری دیگر راه یافت. یرماتوف جمعه خان از دسته خطلانی یک و زیدالله جان زیدالله یارماتوف جمعه خان کشور سامان از دسته دوشنبه هنرنمایی میکند. پهلوانی که اینو ما میدونیم زاده رشت است، در شهری یکاترینبورگ تمرین میکرد، نواکک به تاجیکستان آمد که در چمپیونت جمهوری شرکت برزد. کشور در این دور بدون مبارزه بنابر سبب به میدان نبرآمدن حریفش فرزین از ولایت مختار کوهستان بدخشان غالب اعلان می شود. حکیموف کرامت الله و عزیز اکرم اکنون پهلوانانی که معرفی میشوند، ورزشگری سفید پوش رو ما خوبتر میشناسیم، کرامت الله حکیموف رو، و در برابر کرامت الله باز چهره های نو هم امروز روی میدان میآیند. یکی از اینها عزیز اکرموف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز. کرامت‌الله در جمهوری موقع خاص خود را دارد، در وزن 90 و 100 کیلو هم هنرنمایی میکرد. تحت رهبری عباس عطایی این ورزشگر الان مشق ورزی میکند. قامت بلند، جسارتش بسیار بسیار خوب است. هویت شایسته وطنداری دارد. راستی در رشت وقتی محسن اسامی‌دینوف
به میدان برآمد. پهلوانان ما گرانوزن ها نبودند و چند دفعه که معرفی شد پهلوانان تاجیکستان به میدان بیاید و کرامت الله راستی با پهلوان گرانوزن و پنج کرد قهرمان جهان در کورش میدانداری کرد. نیروسنجی نمود که بسیار هم مخلصان و هواداران گوشتچین ملی این اراده متین او را خوش پذیرفتند. حالا در تلاش کرامت الله اکنون امکانیت های مناسب برای امتیازی اول نیست، هرچند که حریفش کم تجربه است، اما کرامت الله شاید دقیقه های اول اندک سوز گوشتین گیرد و بعدا حرکت های بهتری خود را منظور کند. از این موقع کرامت الله نه از میدان بیرون شدن، داور از بس که حرکت است اینجا اشاره نکرد، اما ببینید که چگونه کرامت الله از این وضعیت میبراید یا خود را چگونه بله برآمد. اکنون رقیب را میتواند اینجا دوچاری ناکامی سازد با همان فرصت حالتی نگاه داشته اسی کامی فرصتی بد تخت پشت رقیب را البته 10 ثانیه و زری را مال خود کرد. چاکن زیری چا شده این کار را خود شروع کرد. اولا پهلوان کبود پوشی دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز و بعدا زیری چنگال کرامت الله ماند و رقابت را باخت. از رقابت پهلوانان دو و نیم دقیقه پشت سر شد. کرامت الله لاله خانوف جمشید غالب را باز هم معرفی کرد. انا همین لحظه خیلی مشکل برای کرامت الله بود و بعدا موفق شد. فریدون استاپیروف داور درجه جمهوریوی، کریموف دولت شاه با میدان آمد. حریفش ادینزاده ذکرالله اندر میدان نگردید و بدون مبارزه کریموف در اینجا غالب شد و به دوری اشیاک فینالی رفت. محمدیف رجب علی با همراهی یونسف حالا به میدان می آیند. رجب علی از شهر دوشنبه است، ورزشگری که خلعت سفید دارد. خالمراد از دسته ختلان یک، یونسف با خلعت کبود است.
رفتی میدانداری پهلوانان اکنون اندکه باید دیگر تر باشد چون که ما در مرحله دویومی این مسابقات قرار داریم یعنی در دوری دویومی رقابت ها بله دوری اولشون سپری شده ایستاده است الکی برای دوری دویوم اینجا 8 نفر را خط خود را صاحب شدند به مرحله 8 یک نهایی 8 نفر دیگرشون حالا هم تلاش دارند محمدیوف اشتباهی نه چندان دغل کرد اما مجازات هم شد فریدون استاپیروف این سلاله استاپیروف ها رو حتی تماشابینان هم خوبتر مخلصان هم بیشتر میدانند در این وزن جهانگیر مجیدوف و همچنین کامران شاهی استاپیریان تاجیکستان رو در عرصه جهانی معرفی می سازند این عموماً حیات منتخب تاجیکستان در چمپیونات مملکت شرکت ندارند اینجا هم مطلب و هدفی که چون بیان کردن که در معاین کردن دیگر چهره ها باز امکانیت ها خوب فراهم می شوند و حیات مکمل تاجیکستان امروز و دیروز هم در وزن های مختلف به هر دو برای نادرست داشتن شیداد داد فریدون استاپیروف یعنی بدون چهره های سرشناسی جودای کشور چمپیونات امساله سپری خواهد شد یونسوف پهلوان شهر باختر حرکتش در لحظه مناسب خوب شروع شد قوازمای هر دو پهلوان از نظر کسبی چندان مناسب نیست و هر دو اگر نادرست داشت پهلوان خوتلان شیدو گرفت دیروز در وزن های 66 و 73 کیلو بسیار هم نیروسنجی قوه آزمایی های جالب و عبرت بخش رو ما دیدیم حالا نه راستی در میان پهلوانان وزنشان تا 90 کیلو البته چهره های خوب هم هستن با استثناء پرتافتی خیلی خوبی اکمل مرادوف که در جفتی دویوم وارد میدان شد دویومین جفت در آغاز مسابقات دیگر حالا میبینیم کشمکشی های چندان دقت جلب کننده هم نیستند و من اصول دقت جلب کننده بودنش لازم است کشمکشی هرگز هم گوه ممکن است این حرکت ها این تلاش ها بیشتر با یک مسئولیت جدی رنگی دیگر گیرد پای در پای دریافت فرصت مناسب و ویژه همون گوناگون اصول ها مورد استفاده قرار گیرند اکنون اگر اون جوهر نباشد در نهاد پهلوان
حالا همین طوری که ما میبینیم کار به نتیجه صورت خواهد گرفت. با هر دو اکنون هر دو هم دو شیدایی دارن. اینجا اکنون تقدیر رقابت رو ما فکر میکنم همین آگاهی حل فصل میکرد. چونکه نیست. در زمیر این دو چهره آن روشنی تشبسکاری هایی که باید خوبتر نمایان باشد موجود نیست. یونوسوف شیدا گیرد، کار انجام یابد. حالا داور این نقطه را هم مورد نظر قرار نداد. پهلوانی خطلانی با شکم افتید، خود رو ضعیفتر سوستر نشان میدهد. اندک بیشتر نیو کمه نسبت به محمدیف. عمل اجرا کردن لازم، عمل جدا تقاضا ندارد که ورزشگر سوس ضعیف و بی‌طرف باشد. سوسترین گوشتین، ضعیفترین رقابتی که تماشابینان رو هم خسته کرد همین بود. دقیقه سیومی وقتی لواگی هم پشت سر شد. نشانه موفقیت یا زمینه مظفریت حالا هم موجود نیست. شیدا تهدید میکند تقدیر رقابت رو. پهلوان سفید پوش روسی خیلی فعال تر بود. اکنون این نظری داور است. شیدا را با ورزشگری سفید پوش داد و محمدیف و یونوسوف در این دیدار غالب معرفی شد و به مرحله دیگر رفت. سامونیدین وسیف از رشت، رجبوف امیجان از دوشنبه. رقابت واسیو با رجب آغاز شد. واسیو اکنون نادرست از تری آستین داشت، شیدا گرفت. در دوام تلاشش حالا هم مشکلی ها موجودند. جوانانی که بیشتر رجوع دارند در دوری اول کامیاب شوند. و رجب و فالو برای نگاه داشتی حالتی بد تخت پشت با اصطلاحی از سکومی خیلی فرصت مناسب رو دریافت. 13-14-15 یک وزاری و نهایت 20 ثانیه این فرصت رو خوب پیدا کرد
و صاحبی غلبه شد. جهانگیر بابایوف از دسته خطلان یک و موین اوریپوف از دسته خطلان دو در این وزن رقابت را بعد چند لحظه شروع خواهند کرد. انور عمرف از شهر باختر، اصلا زاده بلجوان است، الان در شهر باختر اقامت میکند. مربی جوان، شاگردان زیاد را هم به کمال رسانیده است. در روند تلاش هایش معلوم شد که بیشتر نورسون و حرکاتی ورزشگری سفید پوش با وزاری مناسب بود و این حال کارو هم جهانگیر خیلی خوب سری وقت انجام داد، صاحب امتیاز شد. موین عارفوف زاده ناحیه همدانی است، پهلوانی که خلعت کبو دارد. و در باره مربیان این چهره ها چندان معلوماتی نیست، چون که بیرون از شهر دوشنبه تمرین میکنم. با یک وزاری الان هم جهانگیر سمتی مبارزه خود را باز جانبتر می سازد. کمربند را اگر باز هم مشخصن دارد، باز هم به نفع کار خواهد بود. موین عقب نشینی دارد، گوشتین خوبی خود را نشان داده نتوانسته ایستاده است. وزاری نتیجه را موین برابر کرد سری وقت. فرصت برای باز هم حالتی نگاه داشتی به تخت پشت فراهم شد، اما داور این لحظه را چندان اعتبار نداد و هر دو را باز از راست امر کرد که نیرو سنجی را ادامه دهد. موین عارفوف تمرین های موسمی اش را ما در تالاری ورزشی پهلوان تحت رهبری شیرعلی بازاروف چند دفعه نیز شاهد بودیم. به هر دو پهلوان برای نادرست عمل کردنشان داور شید و داد. انور عمر این درستی کاری خودی پهلوان کبود پوش را دیگر باره نشان داد که خیلی جرأت کرد و این پرتافت ای پان به ها گذاری شد و با همین ترتیب موین از این مرحله نتیجه دلخواه را صاحب شد و به دوری هشت یک نهایی رفت.
مهرموی مهراب جانزاده از ولایت سوغ، سید مختار رسولوف پهلوان از شهر دوشنبه در گوشتین کمربندی موهیب در گوشتین کمربندی نتیجه بهتر دارد. در جودو همیان جوانان با مقام دوم دست یافت. در چمپیونات تاجیکستان در ردبندی بهترین های جوانان هم در مقام افتخاری است و سید مختار رسولوف 11 کرا چمپیون جمهوری تاجیکستان در نمادهای گوشتین ملی و جودو خیلی تجربه دار است و قبلا در وزنهای دیگر از ابتدا حتی ما شاهد بودیم که این چهره در وزن 73 کیلو میدان داری میکرد، بعدم به وزن 81 گذشت. آهسته آهسته به تدریج اکثریت فعالیت خود را در وزن تا 81 کیلو سپری کرد. اکثری نیروسنجی ها و میدانداری های با موفقانه خود را گوشتین سعی مختار براستی از آن تجربه که ما میدانیم حالا سستر است. مهراب جانزاده قامتش بلند است، از میدان بیرون شد. حمزه رحمتوف مربی خوش سلیقه و داوری با تجربه نیز هست، الان در جمهوری قزاقستان کار فعالیت میکند. داوری که حالا در بالای گلیم است. آن همین چه سعید مختار و مهراب جانزاده. مهراب جانزاده بله حرکتش نادرست، اشتباهی بسیار جدی کرد که او را از میدان راندند. رسولوف با موین اوریپوف اون خوب آزمایی خواهد کرد در دوری 8-1 نهایی. عبدالرحمنوف بهروز نماینده شهر و ناحیه های تابع مرکز یعقوب جان سیدچاه شیدا گرفت. ورزشگری سفید پوش سیدچاه از شهر دوشنبه است. رفتی میدانداری پهلوانان اندکه سرعتی تیزتر گرفتنش لازم است. تلاش پهلوانان اکنون از مرکز میدان سرعت دیگر میگیرد. سرشو
Aknon az merkezi maydan ne o az nimayi çapi maydan harakati varzışgari Safiyetpoş Abdurrahmanov خوب آغاز شد کار در پارتر جالب تر صورت نمیگیرد یعقوب جان سعید شاه جوانان این چهره هایی که اکنون مشخص شد یعقوب جان سعیدشاه در زمانی نورسیش این چند سال علاقه از میدان دور ماند هنرنماییش هم توقف طولانی داشت ورزشگری کبودپوش شیدای دویم رو به عبدالرحمنوف دادن میدان دارید البته در مرکز خوبتر به نظر رسد این شایسته است اما اینجا یعقوب جان هم حرکتش تا به آخر انجام دادن نشد حریفش زود زود اشتباه میکند رفت میدان داری پهلوانان چون گفتیم که اگر در پارتر باز هم تجربه غنی تر می شد آنگاه روندی مبارزه باز هم جالب تر می شد شیدو خطر رو برای عبدالرحمنوف بیشتر کرد حالا دقیقه آخرین نیرو سنجی ورزشگران ثانیه دیگر بسیار هم دلگیر کننده بود رقابت هر دو این پهلوان در وزن 90 کیلو چند نیروسنجی رو دیدیم که اونقدر تبدیل صورت نگرفت در گلیمی اول هم رقابت های وزنی تا 81 کیلو خوب صورت گرفته ایستادن در گلیمی دویم نیروسنجی بسیار دلگیر کننده راستی امتیازی تیلایی در وقتی ایلاوه پهلوانان اکنون مبارزه را ادامه خواهند داد
از آغاز وقتی لواگی هم سستی هنرنمایی و ضعیفی سمت حمله پهلوانان دیده می شود. یعقوب جان تشبسکاری های خود را خوب نشان دهد، به حمله گذارد که رقیبش اشتباه کند یا سستر یا پسیو باشد، ممکن است که شیدای سیم را به عبدالرحمن دهند، چونکه از فشارهای زیادی خود یعقوب جان عبدالرحمن به خطاگی راه داد. بسیار هم حرکتی خوب بود نسبت به دقیقه هایی که پشتی سر شدند. پشتینگیری ورزشگران هم توصیه می خواهد، یعنی مربیان در این سمت با نقطه مشخص با نظری عمیق باید اعتبار دهند که شاگردانشان چی کار انجام می دهند. یک حرکت پهلوان سفید پوش عبدالرحمنوف را اکنون در این 3 دقیقه اخیر مشاهده کردیم. دیگر تشبسکاری ها از جانب یعقوب جان بود. به هر دو شید دادی هد تقدیری رقابت حالی خود را میابد. فکر میکنم بسیار هم گوشتینگیری سست اما اشتباه را داور مشاهده نمیکند. هر دو هم حمله ها را شروع میکنند نو و سزانی که نتیجه بخش انجام نمیابند. با سرعت تر باید که جدی تر این ها مناسبت کنند. برفتی سبقت بله مجازات سیوم پهلوان سفید پوش رو تهدید میکند. حرکت یعقوب جان بود این مراتبه هم مورد نظر بود. دقیقه 3 وقتی لاوه یک حرکت دیگر یک حمله دیگر باشد و عبدالرحمن اگر رقیب نشینی کند شاید همون گفته ای ما که توسط سلسله آگاهی ها غالب معاین می شود همین طور هم شود. کوشش دیگر یعقوب خسته شد. بله این کار رو داور باید بر وقت تر انجام میداد و یعقوب جان در این دیدار غالب آمد به دوری بعدی رفت. سامون سبزعلیف از ولایت مختار کوهستان بدخشان و زایدوف مقصدشو از شهری دوشنبه.
Cemşet Halilov دوباره درجه جمهوریابی پهلوانان رو به میدان میخواند. ما به مرحله دویوم توجه میکنیم. نظر و حق نظر در دوره اول میرزایوف ایوب جان به میدان نبرآمد، حق نظر بدون مبارزه دست بالا شد. نظر بگزاده پرویز سبزعلی فرادوچوری شکست کرد و به این مرحله آمد. خیلی جرأت حق نظر خوب به نظر می رسد، اما زادبگ نظر بگزاده هم راستی از حق نظر کمی ندارد، مهارتش جوان است. در کاخ ورزشی لنگلیف استوپریون ماش ورزی میکنند، در کاخ ورزشی استوپریون در شهر خوجند، او کاخ ورزشی لنگلیف در ناحیه جبار رسولوف است. مربیان دیگر آنجا ایفای وظیفه میکنند. حق نظر در رفتی سبقت اندک بهبودی هنرش رو نشان داد. مقاومتی آزاد بیگ هم برابر است الکی در آغاز دقیقه دویم. نظر در شهر حصار تحت رهبری اعظم رسولوف مشق می‌ورزد. این مراتب هم بسیار با استفاده اصول اعتبار علاهیده داد. خیلی خوب اعظم اشاره میکند که رفت نیروسنجی البته باید در دقیقه بعدی تغییر یابد. این تاکتیک خودی اعظم است. آزاد بک نظر بگزاده با آزاد بگ اکنون داورشی داد، داد حرکتش رو نشان داد که این طرز عمل خطا است در جدا. دو حرکت کرد موفق نشد حق نظر. هم یک جرأت دیگر خود را اینجا هم نشان داد. خیلی پرتافت های غیری عادی. بسیار هم حالا که داخله را در صدی خوب شروع کرد، اما دستی آزاد بیک آزاد بود. وزاره داور شبهه دارد و نوار تکراری فکر میکنم نیازمند است، لیکن اندک توقف بود. توقف دیدید داور شبهه دارد به این حالتی به عمل آمده. کمک میخواهد از مسئولی گلیمی دویم که نوارهای تکراری رو هم یک بار ببینند. ما هم در این جریان می توانیم یک بار دیگر
برنامه‌های تکراری اعتبار دهیم. سوستر نبود. یک دو ثانیه فکر میکنم این حرکت خصیم من هم دو دیله شدم کم توقف هست یا از نقطه نظری کسبی متخصصان این بررسی میشود. بله امتیاز نشد، توقف بود، اندکی بود، سببی باگذاری نشدنش همین بود. همون عمل پیشینه رو دیگر باره پهلوان سوغدی تکرار کرد، شید رو گرفت. آناکون رفتی مبارزه، رفتی مبارزه رنگی دیگر میگیرد. نظر هم باز خواست. توسط همون اصول سری کتف که شش نوبتی خود رو هم خوب انجام دهد اما موفق نشد. این مراتبه کارش آمد کرد با همون اصول خاصی خود، بسیار هم حلوک داخله مهارت بهتری خود رو هم نشان داد. و از این مرحله به دور بعدی را با واخوری های 4-1 نهایی پهلوان شهر حصار را خط گرفت. این نسل را بسیار هم در سطح بلند حق نظر نظر را استفاده میکند. غلام افروز عبدالرحمنوف پهلوان شهر دوشنبه، اکمل مرادوف ورزشگر ولایت ختلان اکنون قوا آزمایی خویش را شروع میکنند. اکمل جایزه هایش تجربهش نیز خیلی زیاد است نسبت به عالم افروز. اکنون رفتی میدان داری چی را نشان میدهد؟ ملکه را، مسئولیت را، کسبیت را. اشتراکی بازی های المپی توکیو اکمل مرادوف برنده مسابقات نقره قهرمانی جهان میان جوانان در جودو، استاد ورزش درجه بین المللی، غالب اشتراکچی مسابقه های مختلف گرند پری و گرند سلام و خیلی دستاور و نتیجه های شایان دارد. نسبت به عالم افروز عبدالرحمنوف
برای کشمکشی به نتیجه داور به هر دو شیدو داد. از وقتی اساسی یکونیم دقیقه سپری شد. اکمل می داند که در رقابت با علما فروز عبدالرحمنوف که قامت بلند دارد کوشش های پیشتره انجام دادش چندان سمراور صورت نمی دارد. شید عبدالرحمنوف اکمل در اجرای بند و بست رعایه قاعده ها با کلی تجربهش فرق میکنه. چون که بسیار در مسابقه های گرند پری و گرند سلام در قهرمانی جهان بازی های المپی شرکت ورزیدنش تجربهش را زیادتر کرده است و از بند و اسلوب و قواعد گوشین جدا خیلی خوب برخوردار است. هر دو نیز اکنون رجوع دارن برای حرکتی بعدی. حق نظر نظر غالبی همین جفت رو انتظار است در بخوری چار یک نهایی. پهلوانان هر دو از میدان بیرون شدند. این مراتبه هم اکنون داور خلاصه دیگر دارد. عبدالرحمنوف حالا مفروض سیوم باره هم مجازات شد و اکمل مرادوف از این واخوری به مرحله دیگر با رقابت های چار یک نهایی نفر دویم است که را خط میگیرد. با حق نظر نظر و اکنون اکمل مرادوف میدانداری میکند. اسماتوف با تویچیبک شریفوف در رقابت نوبتی نیروسنجی میکنند. محمد شریف اسماتوف نماینده ولایت سوغ پهلوانی که ما هنرنمایش را در میدانهای گوشتین نوروزی سال 2022 در ناحیه رشت دنغره خیلی خوب دیدیم که مهارت والا و شایسته هم دارد. تویچیبک شریفوف یک غلبه دارد. هر دو هم صاحب یک پیروزی هند. دوریه وقت این چهره ها با موفقانه انجام دادند. تنها غالبان به این مرحله راه میابند. تویچیبک شریفوف را رئوف حکومتوف مشق میدهد. این چهره روسی چند سال در فدراسیه روسیه بود ورزشگری سفید پوش زاده این ناحیه مسچو است. گوشتینگیریش چندان بد نیست هرچند که نتیجه و دستاوردی عالی هم نداشته باشد، اما موقعی علاقیده خود را در میانی
پهلوانانی مردمی دارد. رفتی مبارزه هر دو پهلوان یک بار هم در روندی سبقت بله به نظارت نخواهد من. مستقیم امینوف داور درجه جمهوریوی برای سست عمل کردن محمد شریف اسمتوف با او شید و داد. اکنون راهی تلاش باز هم جالب تر خواهد شد. شاگردان رئوف حکومتوف دیروز خیلی خوب هنرنمایی کردند. با گرفتن جایزه های افتخاری شرفیاب گردیدند. مخصوصا سید ابراروف در فینال. الکنون این کاری خیلی به مورد بود. فرصتی مناسبه که پهلوان کبودپوش خوب استفاده کرد و صاحب امتیاز وزر شد. پهلوان سفید پوش باز برای سوزگوشتین گرفتنش شیدای دویم دادند. این حرکتی خیلی مناسب بود. حتی نزدیک به وزاری که برای برابر کردن نتیجه خیلی فرصت مناسب فراهم گردیده بود. از آن محمد شریفی که ما در رشت و خطلان دیدیم حالا نشانه مظفریت یا نشانه ملکه بلند این چهره را نمیتوانیم که تصدیق کنیم. چی بیک این مراتبه بسیار حرکتی همون از سری استین داشتن و بعدا جرأت به سوی پیش رو خوب نشان داد. محمد شریف اسمتوف دست چپش اندکی آسیب دیده است. رقابت رو باخته ایستاده است این چهره. داور امر میکند که زودتر جایش رو شروع کنند. دستی پهلوانی سوغدی و سیب دیده است. نادرستی عمل پهلوانی کبودپوش در حالت تکرار دیدند که بسیار وضعیت مرکب. دست رو همچنان فشاری که قریب شکند. این در جودو ممنوع از حرکتی انجام داده ای همون اصولی که از دست گرفت سری کتف کرد. انا هم این لحظه پیشی نبود این وزاری اولین وزاری تویچی بیگ بود که نتیجه رو برابر کرد. بعدن انا همین حالت انا همین حرکت در گوشین جدا ممنوع است در نوارهای تکراری. بسیار هم حالتی خطرناک و مشاهده رسید. به همین خاطر تویچیوف ناکام شد. محمد شریف اسمتوف به مرحله چهاریک نهایی رفت.
غالبی همین جوف رو انتظار است. کرامت الله حکیموف و کریم و پهلوان هر دو هم از شهر دوشنبه هستند. شهر تورسونزاده نماینده گوندیش گفت صابر نه ساله ساله گوندیش گفت رو اینجا از آن موقعی که مربی باید نشیند بیرون کردن. کریموف از دسته شهر و ناحیه های توبه مرکز اینجا هنرنمایی دارد. کشورف در دوری اول و در دوری دویم آزاد است و اسماتوف نیرو میسنجد و کریموف دولت شاه است دسته دوشنبه پهلوانی کبود پوش. عباس عطایی داوری مربی بلند اختصاص و صاحب تجربه ایرانی که تایی چند سال است در تاجیکستان فعالیت میکند کرامت الله حکیموف را الان آماده نموده است به این مسابقات. در تالار کانی گور و از این پیش در تالار مجیدوف ها به حیث مربی فعالیت میکرد. با کریموف آگاهی داده شد رفتی میدانداری دیگر باره تقاضا میکند با ادامه نیروسنجی ها که واقعا هم اینجا سرعت افزایی باز هم مبارزه در روند تلاش پهلوانان بهتر و خوبتر به منظر رسد. از حکیموف امیدواری ها خیلی بیشترند. حکیموف چون گفتیم که اشتراکش در مسابقه های گرانپری نتیجه هایش هم در چمپیونات مملکت در وزن 90 و همچنین 100 کیلو زیادتر است. اما تلاش هر دو پهلوان هم خیلی سست درستی. کرامت الله از آن مهارت بلندش حالا ما چندان نشانه ای را نمیبینیم چون گفتیم که این استعداد خیلی آی دست را چه فرصت مناسب بود برای هوا دادن حریف و کناری راست با استفاده اصول همون حلوک بیرونه. عباس عطایی هم بسیار افسوس میخورد که چرا این فرصت رو صرف نظر کرد شاگردش کرامت الله. کریموف یک کوشش دیگر کرد حق نظر عکس عمل نشان نداد تنها مقاومت کرد.
پرتاب های جالب فرصت های مناسب خیلی خیلی زیاد شد در گلیم اول مبارزه پهلوانان در وزن تا 81 کیلو در گلیم اول و در وزن تا 90 کیلو در گلیم دویم جریان دارد کرامت الله تا کنون عملی با موفقانه را انجام نداده است و از کریم اوی چی لحظه خوف و خطر بیشتر داشته داور خواهان خواه با نوار تکراری رجوع میکند اعتبار میدهد اینجا امتیاز هست یا نه با هم تماشا میکنیم وضعیت مشکل داوران چی قضاوت دارن برفتی این سبقت نوارهای تکراری را دیگر بار تماشا کردن فکر میکنم با مطلب خیلی نزدیکی دارد خیلی اگر قضاوت داوران واقعا هم چرخ چرخشی دورگردی کرامت الله بسیار هم به طور کسبی بود که در این لحظه رها یافت از اون پرتافت از اون حرکتی که ما تکراراً مشاهده کردیم برای امتیاز طلایی اکنون هر دو تلاش خواهند کرد اوی قریب بود اونجا هم کریموف با سر افتاد مبارزه چون برای دولت شاه اولش خوب بود حالا اکنون کرامت الله اینجا فکر میکنم که سرعت نیروسنجی رو میتیزاند انا این به خیلی هم حالت مناسب بود انا این میتوان اکنون کرامت الله گفت از کسبیت و مهارتش اینجا سخن وری کرد چون که پیشتر سوز گوشین گرفت و در وقت اضافه خیلی مهارت خوبی خود را نشان داد بعد مرحله بعدی رفت حکیموف یونس و رجبوف اکنون قالب این جفت را کرامت الله انتظار است و خیلی برای کرامت الله فکر میکنم اندکی آسان تر میشود چون که این دو چهره چندان نامور نیستند کدامی از اینها غالب باید با کرامت الله حکیموف میدان داری میکند اینجا جفتی مشکل در همان نیروسنجی مرحله چوریگنی هایی میانی حق نظر نظر و اکمل مرادوف خواهد بود دیگر پهلوانان با استثنای کرامت الله حکیموف چندان شهرتیار و نامور هم نیستند از روی تجربه و باز هم از آن موقعی که پهلوانان دارن این گفته ها رو البته بررسی کردیم حالا میبینیم که تو چی اندازه این
نظرسنجی های ما اساس دارند. حاجی مراد یونسوف از دسته ختلان یک است، در دیدار اول نماینده شهر دوشنبه محمد یوف را مغلوب کرد. رجب باشد در دیدار اول مقابل واسیوف سامانیدین از رشت غلبه به دست آورد و به مرحله هشیگ نهایی آمد. حالا در همین دوره گزارش رقابت های یک هشت نهایی اینها قرار دارند. مربی ورزیده ژاپنی که اطلاع است که به حیث سر مربی منتخب معرفی شود و زردی رجبوف این فرصت را خوب دریافت و زردی را مولی خود کرد. در مرکز میدان اکنون تلاش پهلوانان با صورت میگیرد. رجبوف یک امتیاز دارد، وزاری دارد و در این وقتی باقی مونده که 2 دقیقه را در بر میگیرد، شاید باز حرکتش بهتر شود یا باز هم کوششش دگرگون شود. اکنون میدان نشان خواهد داد از جانب پهلوان باختر. حالا افضلی مهارت یا استفاده حرکت مناسب جهت برابر کردن امتیاز نیست. اما این کاری دیگر وزاری عطای پان تقدیری با بله وزاری داشت. وزاری اکنون به یک لحظه مناسب و خیلی جالب رو هم رجبوف دریافت. پهلوانی شهری دوشنبه با کرامت الله حکیموف در مرحله بعدی میدانداری خواهد کرد. وضعیتش چندان اکنون خوب نیست از آن نقطه نظر که بیشتر متخصصان هم تکیه به مهارت کرامت الله دارند، اما این تو اندازه حقیقت واقعی ندارد، چون که هر یک ورزشگر را نباید بهای ناسزا داد. در میدان کاملا کار رنگی دیگر میگیرد و رفتی سبقت و میدانداری باز هم جذاب و باز هم پرشیده تر صورت گرفتنش از استثناء دور نیست. آریپوف و رسولو باید به میدان می آمدند. و آریپوف موین رسولو اینها اکنون به میدان باید دعوت گردند. این افراد اندکی پیشتر بود که ما معرفیش کرده بودیم، موین آریپوف و سید مختار رسولو. این مبارزه هم فکر میکنم پرشیده تر خواهد شد.
سعید مختار را گفتیم که 11 کره چمپیون تاجیکستان اگر از زمانی که نورس بود جوان و بعدا در میان بزرگسالان در گوشین جدا و ملی این دستاورد را مال خود کرده است. موین پهلوانی راستی کم تجربه است. اکنون شیدو گرفت. ورزشگری کم تجربه همدانی سعید مختار حرکتش اکنون از برای از بالا داشتن خیلی سری وقتی بود نادرست پشتی سر رفتنی خلعت حالتی به عمل آمده مجازات است که موین دیگر باره هم آگاهانیده می شود. از این باز هم سعید مختار رسولوف روح و قوه تازه میگیرد به هجوم میگذرد. اکنون سلسله حمله هایش بیشتر شدند. اکنون هر دو هم در یک حالتی مناسبن خیلی خوبن که حلو که بیرونه رو انا همین رو موین همین رو سعید مختار دست هر دو سعید مختار فعالتر شد کشیدن سری اوسینی دستی راست رو فراموش کرد. اکنون باز در جرایان مبارزه اکنون باز خیلی بهتر مبارزه خیلی بهتر راستی سمت راست چپ اوی موین اکنون بسیار اعتراض داره در این جریان رقابت اینجا هم خاتمه یافت چون که سه شیدوی آریپوف در این جریان با آن زمینه گذاشت که سعید مختار دست بالا گردد با همین ترتیب رسول بسیار با سرعت تیز با حرکت های خیلی سری وقتیش افضلی داشت سلسله آگاهی ها موین آریپوف را از ادامه راه مبارزه محروم کرد ولی این کمال احترام نیست ورزشگر باید آداب نمونه داشته باشد. نیاز اسمت بکف داوری ولایت مختار کوهستان بدخشان اکنون پهلوانان دیگر را استقبال میگیرد. یعقوب جان سعید چاه
با سبزه علیف حالا در میدانم. سوز یکم زخفات یکم زخفات کن. سبزه علیف در دوری اول حریفش به میدان نبر آمد، بدون مبارزه به این مرحله آمد. یعقوب جانی سیچا باشد در دیداری اولش با بهروز عبدالرحمنوف نیرو سنجی کرد و دست بالا هم شد. هر دو در مرحله 8-1 نهایی قرار دارند. یعقوب جان قامتش اندکی بلندتر، اما در رفت اجرای عملها نسبت به دوری اول چندان فعال نیست، اما در قیاس با رقیبش دو کوششی خوبتر را هم انجام داد، نوبست از آنه که نتیجه بخش نبودند. سبزالیف با آسانی راه این مرحله را طی کرد، چون که حریفش به میدان نامد و بدون تلاش و صرف قوه آماده بود که به این مرحله آید. شیدو با یعقوب جان سیچو کم بودن نیروی ورزشگر یا از حسابی کم عملی کردن برنامه های مشخص تیاری در مرحله دویم و سیوم بیشتر مشاهده می گردد، چون که در اول خواهان نخواه با روحیه قوی می توان آن را خوب انجام داد، اما در دورهای بعدی باز هم مشکلات بیشتر و زیادتر می گردد. بسیار تقاضا دارد از پهلوانان که به مرحله های تیاری و به آمادگی همه جانبه جسمانی اعتبار مخصوص دهند. ورزشگران وزنشان تا 81 کیلو در گلیم اولند، رقابت ها نیز خیلی حساس جریان گرفته ایستادن. دقیقه آخرین میدانداری پهلوانان در گلیم دویم، آخرین جفتی مرحله یک هشت نهایی، هر دو هم آگاهی دارند، هر دو هم نتیجه دلخواه به دست ناوردند. یعقوب جان سیچو الان نزدیک شدنش لازم است. وقتی ورزشگر از پشت گریبان حریف می دارد و بعدا رجوع میکند برای دریافت کمربند حریف، این فرصت خواهان نخواه نزدیک شوی رو تقاضا میکند. از فاصله دور شاید اجرا شود، اما خیلی مشکل و در گمان است که این کار با موفقانه انجام یابد. فاصله نقش سازگار دارد در اجرای
همه اصول هایی که پهلوانان بیشتر میخواهند در میدان عملی نمایند و سبب این موفق نشدن یعقوب جان سعیدچو همین است که صرف نظر میکند نگاه داشتن فاصله را نگاه داشتن فاصله باز هم چندین پهلوهای مشخص خود را دارد اما طرزی سرسری یا به حالتی که فاصله گویان کنار راست یا چپی رقیب را اختیار کردن این کاملا معنای آن را ندارد در این زمینه بسیار هم وضع باز مشکل تر می شود اوی به صرف دیدن باز هم خطری بیشتر دارد اینجا هم بهرو سبزالیف خود را نظارت کرده نتوانست سامان سبزالیف دقیقه دویومی وقتی ایلاوگی هم سپری می شود یعقوب جان امکان پذیر از این لحظه که نزدیک تر آید یک پرتافتی انجام دهد قواش اندکی کمی کرد این کارو خوب و به طور کسبی سامان دادن نتوانست دیگر باره سه عنصر کار در پرتر مورد استفاده قرار می گیرد یا نه اکنون حالت نگاه داشتی به تخت پوش و با اصطلاح سیکامی فراهم شد و اکنون یعقوب جان سعیدچو خیلی امکان خوب دارد برای امتیاز اولین طلایی این کار را هم خوب انجام داد و زری صاحب شد این نتیجه برایش کافی است که به مرحله بعدی رود اما حالش در مرحله چهاریک نهایی باز مشکل تر می شود چون که با سعید مختار رسولوف 11 کره چمپیون تاجیکستان روبرو می شود و این از یعقوب جان کاملا مهارت و ملکه دیگر را تقاضا می کند به مرحله 4-1 نهایی اکنون ما رسیدیم همین اصول را بسیار هم حق نظر در سطح کسبی استفاده میکنند حق نظر هم در کورش مدال برنجی قهرمانی جهان دارد اشتراکچی مسابقه های زیادی بین المللی برنده شاه جایزه در مسابقه بین المللی گوشتینگیری در سال 2022 اکمل با سبب نادرست عمل کردنش اکنون آگاهی گرفت حق نظر این مرحله را اگر گذرد علاکه تو به فینال راهش باز هم هموار و آسان تر خواهد شد نتوانست مرادوف راه برگشت ندارد کار را در این سمت کاملا باید دیگر کند
افضلی ملکه پهلوان شهر حصار اکنون خیلی خوب به مشاهده می رسد. کوشش اولین یکمل کمتر از دو دقیقه دیگر در اختیار دارند. حالا هم جهد و تلاش حق نظر در دقیقه اول ثمر آورد. اکمل در مبارزه اول باید کوشش جالی باشم. پهلوان سوغدی را دوچاری ناکامی کرد. پهلوان شهری دوشنبه را علیشهر ایردانوف را بعدا عالم افروز عبدالرحمنوف را هم در دور دویم مغلوب نمود و حالا در مرحله سیوم قرار دارند. حق نظر در دیدار اول با سببی به میدان نبرآمدن حریفش میرزایف دستگلو شد. در دور یک هشت نهایی نظر بگزاده آزاد بگ را مغلوب کرد. هر دو در دو مرحله چون دستگلو هند این دوری شریعت نهایی رقابت پهلوانان در وزن تا 90 کیلو است. حرکت آخرین خود را توسط داشتن دستی چپ حق نظر می توانست که بهتر انجام دهد. اما حق نظر پیش دستی کرد، این وضعیت را رفع نمود. یک دقیقه دیگر از وقت اساسی باقی مانده است. حق نظر این مراتب هم ببینیم که در جریان مبارزه چی کار را انجام می دهد. حالتی مشکل تر و اکنون پهلوان کبوتپوش سیومین شیدو میگیرد و حق نظر نظر در این دیدار غلبه را مال خود کرد و به مرحله نیمه نهایی برآمد. محمد شریف اسماتوف از سوغ از سومون کشور شهری دوشنبه رو نمایندگی دارد، اما زاده ناحیه رشت است. اسمات از سری اوستین دروش گوش شیدا گرید. کشور در دیدار اول
bo farzin soyub nazar ba maydon davat shudan farzin ba maydon nomad kishvar ro be muboriza in marhila ro tay kard va dar davri hashak nihoyi niz hamchunin biduni talosh biduni ishtirok dar marhila yak hashak nihoyi ba in sabqat ro roh yoft ki khele toliyash balandi kard. غالب این جفت اکنون با وخوری نیمانی هایی می رود. در اونجایی که حق نظر نظروف قرار دارد و انتظاری نفری موافق همین دور است. اسماتوف حرکت های شکلون هم دکی بیشتر شد سومون جوانتر است در شهر یکاترینبورگ مشکل رو این سال انجام داد برای اشتراک در چمپیونات کشور و تاجیکستان آمد حالا مجازات شد برای سوس مشکل گرفتن از هر دو پهلوان هم دو برگایی زر دارند یعنی وضعی هر دو هم ناگوار است اسماتوف از حساب تجربه اندک برتری دارد میخواهد که در روند مبارزه باز هم جالب تر هنر نمایی کند بله از این مرحله به مرحله اینها یکی از اینها راه میابند که خیلی هم تای کردنش مشکل تر و مراکب تر یعنی در روبروی حق نظر نظر قرار دارن هر دو یکی از اینها حالا فرصت هست برای دریافت امتیاز یا نتیجه بهتر کشور قامت بلند دارد اما از این فرصت ها از این حالت های مناسب راستی چندان خوب استفاده نمی کند دستی راستی اسماتوف اندکه در قوزمویی از این پیشتر آسیب دیده بود بعد یوری تعجیلی تیبی علاقای اماده بود که قوزمویی رو ادامه دید و الان در دقیقه آخرین هم رجوع یا توجهش برای باز هم و دست آوردن نتیجه شایسته زیادتر است نسبت به کشور این رو هم ملکه شما مشاهده میکنید اصول سر کیفروس خواست که بهتر باز هم استفاده کند سامون کشورف مجازات شد و با همین از میدان رانده میشود کشورف و اسماتوف محمد شریف با حق نظر نظر در وخوری های نیمانی های دیدار انجام خواهند داد کرامت الله حکیموف و
Umedjon Rajabov. این مرحله هم خیلی هیجان آور خواهد بود. اما کرامتلو از نقطه نظر بنده نسبت به حریفش تجربه های مسابقات بین المللی را دارو هست و آمادگی خوبی جسمانیش هم فرق کننده هست. رجبوف هم بختش آمد کرد. در مرحله اول این پهلوان کبورپوش مهراب جانزاده مجیب رو مغلوب نمود. بعدا هم در مبارزه با موین عارفوف هم موین عارفوف را رسولوش دوچاری شکست کرد. سعید مختار رجبوف در رقابت اولش واسیوف را مغلوب نمود و بعدا در مرحله دوم با یونوسوف نیرو سنجید. پهلوان کبودپوشی در میدان بوده. کرامتلو هم دو غلبه دارد. یک کوشش دیگری و و و و و نهایت کار هم تا به همان نقطه اساسی رفته رسیدنش. ممکن بود اما بسیار هم زیرکی و هوشیاری رو پهلوان کبودپوش خوب رعایت کرد. وضعیت کرامتلو رو مشکل تر میکند. امیدجان رجب امید کوری خود رو در حالت راست بودن میخواهد انجام دهد و برخی از پهلوانان بیشتر میخواهند که رجوع به کوشش های کار در زمین کنند. کرامتلو در این جاده اندک تجربه دارد اما در میدان الان این تشبس کاری ها را نشان نداده ایستاده است. خیلی هم فرصتی هیجان آور شیدو با امیدجان رجبوف. چرخش و گردی سرتاب خوردنی خلعت حرکت دیگری که در جودو باز هم ممنوع است. اینجا این حالت ها رخ می دهند که داوران هم بسیار با دید و نگاهی تازه پیوسته توجه میکنند که به خطاگی پهلوانان راه ندهند. کرامتلو هم هنرنمایش سوس شد نسبت به دقیقه های اول. بله داوران رو هم مجازات کرد. تو جای ما میدانیم در این مبارزه باید افضلی یا عموما پرتاف های دیگر صورت میگرفتند اما چون این نشد. جوان کبودپوش خیلی متانت کرد. حتی باز هم یک حرکت دیگری سری کتف رو هم عمل با مورد استفاده قرار داد. نو بسته از نتیجه بخش انجام نیافتنش اما در حرکتی پهلوانان اکنون
باد عمل یا حجوم ها اینجا مورد نظر قرار دارد هم دوباری مرکز و راهبری بالای گلیم اومیجون یک حرکتی بیشتر انجام داد تکون بخور اینا تو خسته تره فقط بالا بنداز هیچ مهم نیست اکنون وقتی در اختیار داشت خیلی کم است کرامت الله اگر با رفتی قوزمایی چونه مناسبت کند ای کرامت یعنی عقب نشینی کند علاکای از تو میتونی بزنی افسر اوه دیدی تو میتونی بزنی علاکای باز هم مجاز اوچ شیدوی دویم عبد مجید بهسان پوشنوکی پرتافت انجام دادن سرعت ناکی رو تقاضا میکنه وقت انجام یافت برای امتیاز طلایی اکنون هر دو پهلوان تلاش خواهند کرد جفتی سیومی رقابت های دوری چوری اگنی هایی وزنی 90 کیلو کرامت دفاع بفر تو ای کرامت هیچ راهی نداری جز بزنی منو از بالا از سر استین داشت خطا کرد شیدا گرفت اومیدجان رجبوف دستانی کرامت الله در اختیارش نیستن چی حالت بسیار هم وضع مرکب تر می شود پنجه هایش از حرکت هایش معلوم است که برای داشتنی خلعت رقیب خیلی مشکلی ایجاد میکنن بیمدار شد حریفش هم رجوع دارد برای استفاده اصول سریکیت خواه نخواه اشتباه میکند اما بیطرف نیست هر دو هم بیمدار شدند هر دو هم میخواهند بله در این جریان اندکی هم باشد افضلی هنرشان فرق کننده باشد چون که هر دو در سرگاه مرحله گران انا همون سلسله شیده ها قرار داشتند و با همین ترتیب اکنون رجب ببینید که این مرحله را خوب انجام داد کسی گمان نداشت که این چهره نو است و اومیدجان پهلوان شهر دوشنبه به مرحله نیمانی های رفت کرامت الله امکان دارد که در واخوری های تسلابخ شرکت ورزد در صورت غلبهش برای مدال برنجی حق مبارزه را پیدا کند وقت این را نشان میدهد سید مختار رسولوف استاد ورزش درجه بین المللی پهلوان ناموری که قبلا در وزن های 73-81 کیلو سالیان طولانی میدان داری کرده بود وزنش دیگر شد امروز در وزن تا 90 کیلو به میدان آمده است و یعقوب جان سعید شا این جوانی که در اوان نورسیش میان همتایان خود نمونه و به سگانه بهترین هم شامل بود اما چند سال توقف داشت بیش از 5 سال در میدان نبود و توجه برای صیقل دادن مهارتش خیلی هم کاسته شد آی 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 بسیار حالت مناسب رو همینجا سید مختار به میان آورد
حکومت با یعقوب جان سعیدچو دستور میدهد کارو در سمت دفاع جانوکتر کرد، وضعیت رو در حالت های مشکل و ناگوار باز هم مورد نظارت یا مورد توجه قرار داد که سعید مختار بسیار زیرک است. پهلوانی که در 5 ثانیه میتواند یک کاری سمراور را انجام دهد از حساب تجربهش، از نورسی جوانی تا به بزرگسالی در دو نوی گوشتین 11 کرده چمپیونی تاجیکستان شدن، علاقه این گفته ها را تقویت میدهد. شیدو با یعقوب سعید مختار اکثریتی یو فعالیتی بیشتری مشق ورزیش را تحت رهبری رزقی‌الدین رجبوف انجام داده است و یعقوب سعیدچو پهلوانی که از مکتب مهارت عالی ورزشی شروع کرده تا این مدت هم تحت رهبری رؤوف حکومت مشق میکند. جوان است، خیلی جوانتر است نسبت به سعید مختار رسولوف، چون گفتیم که توقف 5 ساله یعقوب جان را از بسیار نازکی های جدا دور کرد و امسال که به میدان اومد حالا هم معلوم است که پهلوهای یا ضعیفی یا خامی کاری این ورزشگر راستی چندان همون در سطح کسبی نیست. یک ماه از تمرین دور بودن باز هم مشکلات 2 ساله را به وجود می آورد. 5 سال دور بودن و برگشتن به میدان باز هم مبارزه های انفرادی از ورزشگر بسیار مسئولیت و زحمت زیادتر را تقاضا میکند. به هر دو شیداکی گوشتین گیرند و کار را در این سمت باز هم جانکتر سازند. رسولوف در پارتر تجربه دارد، اما غلبه های امروزه اش را، 2 غلبه که تا این مدت داشت، نه توسط عمل های کار در زمین صاحب شد. حالا باز سعید مختار رو میبینیم که اولین شده، بله به هجوم میگذرد یعقوب جان سعیدچو. بیشتر همون هیجان خود رو میخواهد برطرف سازد. من اکنون این حرکت چندان مناسب نیست برایش، زود زود به خطاگی رو میدهد. سببش رو گفتیم که چرا چنین است. جهد و تلاش سعید مختار اکنون باز هم ادامه می‌یابد. دقیقه های ثانیه های بشماری وقتی اساسی باقی مانده است. به مانند هنرنمایی کرامت الله و امید جان رجب، باز این پهلوانان هم در مرحله دریافت امتیاز طلایی قرار خواهند گرفت. بله وقت سامان یافت اینجا هم در وقتی اساسی. هر دو تلاش بیشتر که داشتن کامیاب نشدن. یعقوب جان سعیدچو یک بار نسبت به سعید مختار اشتباهی جدی کرد که مجازات شد و اکنون وقتی اضافه در به دست آوردن امتیاز طلایی
چگونه پشت سر می شود. بسیار سعی مختار شروع از همون لحظه مناسب کرد، اما جرأتش تا با آخر نتیجه بخش نبود. باز هم حرکتی یعقوب جان، سعید مختار چند اصول خاص، چند عامل های اساسی باز هم بهتر و جالب تر صورت گرفتن نیروسنجی دور چهار یگانه های موجود است. سعید مختار اختیار را به دست رقیبش می دهد که او چی کار را انجام دهد، چی کار را می تواند انجام دهد، انتظار می شود و بعدا در فرصت مناسب لحظه به خود دلخواهش را می یابد. سلسله شیدوها تقدیر رقابت رو حل و فصل میکند یا نه؟ در اینجا یعقوب جان سعیدچو وضعیتش چندان خوب نیست. سعید مختار هم براستی اون شهرتی که در وزن 73 و 81 کیلو داشت حالا در این وزن چنین نیست. تقاضای وقت، سن و سال، تمرین موسمی الکی به این تاثیر میرساند. دستانش کشاده میشوند. نیروسنجی که برای تا با انجام حرکت کردن ورزشگران باز اینجا مهم است، ضرور است، اون را روسی ما ندیده ایستادیم. حمزه رحمتوف شیدای آخرین با یعقوب جان عجیب رسولوف ها در دو گلیم غالب شدند. عمر رسولوف در گلیم اول، سعید مختار رسولوف در گلیم دویم، هر دو هم برابر معرفی شدند. عجیب. واخوری های تسلی بخش وزنی تا 90 کیلو اکنون صورت میگیرد. اکمل مرادو با کشور سامون کشور سومون یادآور میشویم که در مقابل اسماتوف موفق شده نتوانست. سفرعلی براد، خوجاندیجوف، چندین داورانی که امروز هم الکای انور ایدماتوف نیروسنجی ها رو تماشا دارن. از تنقلوف که امروز در وزنی تا 81 کیلو ناکام شد، الکای با کرسی مخلصان در کرسی مخلصان هم جای خود را معین کرده است و امیدش از نتیجه شایسته کنده شد. اکمل مرادوف در مقابل حق نظر نظرف مغلوب شد.
و سامان کشورف در مبارزه با اسماتوف محمد شریف تاب آورده نتوانست و ناامید گردید. رقابت های تسلی بخش وزن تا 90 کیلو را ما تماشا داریم. خبر بالا سودانم سودان سودان شروعی بازی‌های المپیک توکیو 2020 ورزشگر سفید پوش که الان امکانی باز هم نزدیک شدن یک حرکتی دیگر خیلی هم مناسب بود برای امتیاز برای دریافت خیلی همان فرصتی دلخواهی اکمل مراد شیدو با سامان کشورف سامون آگاهانیده شد پهلوان جوان قامت بلندی اصلا زاده رشت است چون در گزارش پیشینه خود هم گفتیم که در مقابل در شهر یکاتیرینبورگ تمرین میکند تیر ماه سال 2022 تا این روز و اکنون باز هم مبارزه پهلوانان جریان میگیرد اکمل امکان دارد که رقیب را هم به کنار چپ هوا دهد اما بسیار قامت سامان کشور بلندتر است و قوه جسمانیش هم خیلی قوی و استوار از این خاطر چون این پرتافت ها نتیجه دادنش مشکل تر است کاری دیگر رو باید اکمل آن اکمل خیلی امکان ندارد باز همان حرکت پیشینه را میخواهد اینجا خوبی استفاده کند اما سامان آماده است آمادگی خود رو نشان داد دیگر بار مبارزه ادامه می‌یابد اکمل دو کوششی که انجام داد راستی چندان خوب برایش سامان نیافتند اکمل مراد و خلا یک حرکت دیگر بهتر را هم وزر بود یا نه دست راستی حریف را آزاد گذاشت فکر میکنم بود داور میخواهد که حالت تکرار را ببیند نیاز اسمت بیکل بیاد این حالت را یک بار یک جای تماشا کنیم که کوشش اکمل مراد دست را داشته است وزری هست این فکری من شاید اشتباه کنم یا نه گمان نمیکنم که چون این پرتافت وزری نباشد کیت فلکه خیلی دستی چپی حریف هم در این سمت تکیه بامون حالتی مساعدت کننده وزری بله داور هم این را تصدیق کرد کم سرمه
از بالا اتون از بالا داشتن آن همین ترتیب خیلی برای اکمل مناسب است. باز هم حرکتی دیگر رو نه این طرزی پرتوفتی اکمل کاملا نتیجه بخش انجام نمیوبد چون که بسیار سامان قامت بلند دارد، آمادگی جسمانیش هم قوی است و باز هم پهلوی دیگرش این که سامان علاقه پایخست کرد که اکمل چی میخواهد. دیگر ضرورت استفاده این اصول نیست فکر میکنم. دقیقه آخرین طول یک سال در یکاترینبورگ مشقای دسته جمعانه را سامان کشوروف انجام داد برای شرکت در چمپیونات امسالای کشور. دو دور ظفر یافت و در مرحله تسلی بخش الان قرار دارند هر دو پهلوان. دویی که دو دور را هم با پیروزی انجام دادن و در واقعی چور یک نهایی دو چوری شکست شدن. نه تجربه نیست، تجربه حرکت های تصادفان. اکنون دست و پنجهش خیلی هم ببینید خود هم خسته حال شد. چقدر تیاری خوبی جسمانی انا برای انا همین دورهای بعدی هم. وقت هم انجام یافت اکمل مرادوف در واخری تسلی بخش غالب آمد و اکنون انتظار می شود نتیجه سبقت های نیمانی های را. با نیم نهایی می رویم جایی که این چهره با جدوگی سفید است. حق نظر نظرف پهلوان نوموشنای تاجیک که در رقابت های داخل جمهوری یک اوسط و با این رویش رو در لحظه های اول استفاده می کند و در برابر اسماتوف یک وزاری به دست می آورد. اسماتوف میرزا شریف از دسته ولایت سوخت هست و حق نظر نظرف باشد از شهر و نواحی توبه جمهور. برهاست که حق نظر در مرحله نیمه نهایی رقابت های چمپیونات جمهوری تاجیکستان قرار میگیرد و برها هم توانسته که شهد پیروزی بچشد. حق نظر هم از زمره ورزشگران هست که در رقابت های داخل جمهوریوی دستی بالای را دارد. رقابت هایش شایسته هستند در داخل کشور اما در رقابت های بین المللی چندان شایسته هم در نمای نمود. وزر یا وزت ایپان با همون یک رویشی موردی علاقش حلوکی لب یا حلوکی بیرون با تعبیر دیگر حق نظر توانست در کمترین فرصت در مدت 56 ثانیه این حریفش رو اسدی راه بردارد و به فینال برود. یک بار دیگر میبینیم از همون لحظه های اول پرتاب یا همون اوسوتو رو استفاده میکرد و موفق شد که دو مرتبه هم به همین سمتی و یک مرتبه اوچیگاری رو استفاده کرد. به همین ترتیب رویش های پرتابی سراپا یا همون توچی وزا در موفقیت حق نظر نظر رو نقش مهم بازیدند و او به مرحله نهایی رقابت ها رفت. همروز رجبوف در برابر رسولوف رقابت میکند و غالب آن جفت به فینال خواهد رفت. اما قبل تر از آن بله مرحله نیمه نهایی است. رقابت رجبوف اومدجان از دسته دوشنبه با لباسای سفید است. یک چهره تازه به این مرحله رسیده، یک پدیده در حال ظهور است و رسولوف
سعید مختار از دسته دوشنبه والیبالسای کبود هست. هواداران و علاقمندان جودو از مورد مشخصات سعید مختار آگاهی دارند و میدانند که چگونه در رقابت های داخل جمهوریوی بیشتر هنر و استعدادش درخشیده است و رجبوف اومد جان که در کلوبی ورزشی حاجی شریف تمرین میکند فعلا با هدایت یا رهبری مربی درجه بین المللی یا یکش مربیان ژاپنی تمرین میکند و ببینیم از همان سبک و روش های آمادگی مربی ژاپنی چی آموخته. این اصول های پرتابی را پرتاب از بالای شانه به سمت چپ سیای نگه، اما اتفاقی که باید نیفتاد خوب نبود. یک مراتبه دیگر همون پرتاب بالای شانه هم در مد نظر بود برای رجبوف که در سه رقابت گذشته هم بسیار شایسته هنرنمایی کرده بود. بار دیگر نیز همان اصول مورد نظرش را پیاپی اجرا میکند. سعید مختار پهلوان نسبتاً با تجربه تر است از لحاظ که سینش نسبتاً کلان تر است در برابر حریفش. یک کارد زرد با سعید مختار. اکنون سعید مختار شاید با خود بیاید و در این رقابت از همون قدرت و متانت و تمامی اقتداری که دارد در برابر حریف استفاده کند. ولی به نظر می رسد که رجبوف نیز ورزشگری آماده هست به این رقابت ها و در برابر هر با تجربه می تواند که با مقتدرانه رقابت کند، یعنی با اقتدار تمام. اومدجان رجبوف ورزشگره که احتمال دارد در دسته وزنی تا 90 کیلوگرم یکی از مدعیان باشد. قریب اما تو با لحظه پایانی نتوانیست همون اصول مورد نظرش رو استفاده کند. اما از لحاظی آنه که بیشتر کار میکند اومدجان رجبوف بیشتر اصول های پرتابی رو اجرا میکند. این هم سنسه موراو، یکی از مربیانه که اکنون با صفت سرمربی با تیم ملی جمهوری تاجیکستان پیوسته و با هدایت و کمک های او به نظر می رسد که تیم ملی جودو تاجیکستان با یک روش تازه با عرصه رقابت های جهانی برود. قبل از اینکه این مربی ژاپنی در برابر به صفت یک مربی همراهی میکند، دست پروران کلوب ورزشی حاجی شریف رو یک مدت هم دوید مربی گرجی اصل این ورزشکاران رو تمرین میداد و با سبک و شیوه جهانی با آنها کار میکردند. ما هم در چندین مرحله های آموزش با آنها بودیم، میدیدیم که چگونه رقابت تمرین میکردند. به همین ترتیب
گلدن سکو 4 دقیقه معمولی با انجام رسد. گلدن سکو یا همون فرصت هایی که باید غنیمت شمرد و در برابر حریف است قدرت و اقتدار تمام کرد. با تمام هستی در برابر حریف مبارزه کرد. یک تومای نگه با این رویش ببینید سر کورتر به نظر برسد. امید جان رجبوف در برابر سعید مختار. سعید مختار هم ورزشگری با تجربه. اما با دلیل کمکاری با سعید مختار سیومین کردی زرد جزا و هم به همین ترتیب امیدجان رجبوف یک پهلوان تازه و دوران رسیده احتمال دارد که به تیم ملی جودو تاجیکستان بپیوندد و در فینال ببینیم در برابر حق نظر نظروف با چی دستاورد نویل می شود. حریفی جدی دارد در فینال. اینک دوستان عزیز رقابت ها در دسته وزن تا 90 کیلوگرم را با هم خواهیم دید، جایی که اکمل مرادوف در برابر هماوردش رسولوف رقابت میکند. دو ورزشگره که از همدیگر شناختی خوب دارند، سعید مختار و اکمل مرادوف، برای به دست آوردن مدال برنزی تلاش میکنند در دسته وزنی تا 90 کیلو. رقابت نهایی هست دوستان عزیز، جایی که تقدیری مدالیست‌ها روشن می شود. آنهایی که بهتر و خوبتر زحمت کشیدند آنها مشرف به کسب یکی از مدال‌های این مسابقات خواهند شد. سعید مختار در مرحله نیمه نهایی نیمانی هایی بود که شکست خورده بود. سعید مختار رسولوف از رجبوف شکست خورده بود. رجبوف امیدجان باشد در فینال هست که در برابر حق نظر نظروف رقابت خواهد کرد. ولی اکمل مرادوف باشد، اکمل مرادوف با قوزمای های تسلو بخش رفته بود و در قوزمای های تسلو بخش بر کشوروف دستی بالای رو داشت و به همین ترتیب راهی رسیدن به رقابت های ردبندی رو مشخص کرد و برای کسب امتیاز یا کسب یک مدال تلاش خواهد کرد. این هم یک تلاش بسیار نزدیک و دو دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت هست. ورزشگرانی که از همدیگر شناخت خوب دارند شیدای دویوم و سعید مختار رسولوف. اکمل مرادوف این ورزشگر تاجیکستانی که تجربه اشتراک در رقابت های جهانی و المپی را دارد اما ببینیم چیگونه استعدادش درخشان ظاهر می شود و یکی از پرتوکتهای جذاب و دیدنی در صحنه رقابت های گرندسلم داشت که ما هم با خوبی یاد داریم. اون رقابت هایش در چمپیونات جهان هم پرتوکتهای جذاب کرده است.
موقعیت ببینید چگونه مسافه نزدیک می شود و به همین ترتیب هر دو هم فرار از حمله های همدیگر می کنند. شیدوی دویوم با سعید مختار رسولوف پانسونیا تو پایان وقت اساسی سعید مختار برای رها شدن از این وضعیت مرکب ولی وزاری برای اکمل مرادوف در آخرین ثانیه های وقت اساسی اکمل مرادوف به سمت چپ یک حمله از مسافه دور کرد و موفق به کسب امتیاز شد موفق با کسب امتیاز می شود اکمل مرادوف و این هم 3 ثانیه پایانی وقت اساسی و به همین ترتیب اکمل مرادوف ببینه در حالی که رقابت تمام می شود به همدیگر یک احترام صمیمانه می گذارند و برنده مدال اول برنجی وزنی تا 100 کیلو مشخص می شود در رقابت دیگر باشد امروز رجبوف برای به دست آوردن مدال دیگر برنجی تلاش دارند و به همین ترتیب از یک اوساتوی به مورد استفاده کرد اکمل مرادوف و برنده مدال برنجی شد. برنز اول یا برنجی اول در رسه وزنی تا 90 کیلو با اکمل مرادوف تعلق گرفت. با این موسیقی متنتن ورزشگران به صحنه رقابت ببرایند کرامت الله حکیموف این چهره که روی تصویر هست با هم آوردش اسماتوف برای به دست آوردن مدال برنجی رقابت خواهند کرد یادآور میشم که کرامت الله
حکیموف در دسته وزنی 90 کیلو در مرحله چهار یک نهایی از رجب شکست خورده بود و اسماتوف باشد در مرحله نیمه نهایی از نظرف حق نظر شکست خورد و با این حال با مرحله رقابت داره به دست آوردن مدال برنجی شانس پیدا کرد ولی رقابت های کرامتلو باشند بیشتر شد در رقابت تسلوبخش باشد یک پیروزی دیگر هم به دست آورد اوچی و یک موقعیت بسیار زیبای و اوسو تو با این ترتیب پای و پای ضربه های فنی از سوی کرامتلو حکیموف بود دو مرتبه بسیار یک کوششی خوب کرد دو کوششی خوب ولی چندان ثمر آور نبودند اگرچه توجه تعادل حریف رو برهم زد ولی خوبتر با بالای تتمی فشار نداد حریف رو یک بار دیگر کرامتلو از مربی بلند اختصاص خارجی تربیه گرفته است عباس چرا کرامت چرا عباس نجات میگم بالا رو بگیر کار ولی مربی که نظریه گوشتین جودو رو بسیار خوب میداند در توصیه و آموزشش نیز ماهر است و این هم دست پروری او یا شاگرد او که تا اینجا رسید ولی قبل از این کرامت الله حکیموف و یک اجرای زیبای اوساتو با این ترتیب حالو که معمولی بیرونه و حکیموف کرامت الله با یک وزر دیگر میتواند بخش نوازه بسیار جذاب 9-10 با همین ترتیب کرامت الله برنده مدال برنجی میشود و احسن واقعا آفرین بود کرامت الله که خیلی جهد و تلاش کرد بالاخره برای مدال برنجی را کسب کردن شرفیاب شد ما نیز تبریک میگیم کرامت الله حکیموف را که واقعا بعد از سالها با صحنه رقابت ها بازگشت و بالاخره در قطار پنجگانه بهترین های دسته وزنی تا 90 کیلوگرم قرار میگیرد کرامت الله حکیموف قبلا از ایام نورسی تحت هدایت رزق‌الدین رجبوف تمرین میکرد و در کمالات در بزرگ سالی های که در سین سال بزرگتر با مربی خارجی پیوست محمد عباس نجات حتی عباس نجات او را تمرین میدهد و ببینید که در بخشی حلوک معمولی سراپا از اوساتو بسیار ماهرانه این اصول را استفاده کرد و شاید پیروزی چشید مدال برنجی که به دست آمد واقعا ماهرانه بود نظر اگر امروز ظفر یابد سال چهارم می شود که پای در پای عنوان چمپیون تاجیکستان را این جوان با تمکین و قشنگ حصارشهر سوری می‌گردد اما این چهره را راستی بار اول می‌بینیم اعظم رسولوف مربی که حالا توصیه‌اش خیلی تا این مدت ثمر آورد و این رقابت هم خیلی پرشدتر صورت خواهد گرفت و در خصوص مهارت امیجان رجبوف چندان معلومات بیشتر نیست اما اشتراکش این چهره که خود تا به این مرحله راه یافت دیگر باره ثابت می سازد که علاقه در رفت این قوه آزمایی ها از دیگران مهارتش افضلی داشت و این رو هم موصوف اثبات نمود حرکت حق نظر تنها به خاطر استفاده حلوک داخل است حق نظر هم به مانند محمد عبدالجلیلوف اکثر پیروزی هایش توسط استفاده همین اصول هم. و در رقابت نیمه نهایی هم حق نظر نظروف در سبقت 4-1 نهایی هم در مقابل اکمل مرادوف و در مبارزه با محمد شریف اسماتوف هم انا همین تدبیر سری وقتی کاری خود را راه اندازی میکند و
خلاصش هم نتیجه بخش است برای حق نظر و چالاکی و متانتی خیلی قوی دارد. مهمش اون است که گوشتینش دلگیر کننده نیست برای مخلصان، چی در میدان های گوشتین سنتی که بسیار علاقمندان زیاد دارد و مانند رسول و نبی محمد خورکشف. انا حق نظر در روند تلاش یک کوشش بهتری خود را هم خواست نشان دهد، اما امیدجان اینجا هم خیلی خوب دفاع کرد از امرسولوف. سمت و نقشه های دیگر هم دارد برای عملی کردنش، حالا فرصت هست. امیدجان در واخری نیمه نهایی شاگردی دیگری اعظم رسولوف رو مغلوب کرد، عمر رو، و شهادت این گفته ها، چون در وزن 81 کیلو بود عمر، و اینجا هم رسولوف نسب مانند این نفری که از شهر دوشنبه است و از دسته شهر و ناحیه های توبه مرکز، الان در این وزن چهره های نمایانی که به سبقت 4-1 نهایی راه یابند موجود نیستند، معذرت. و حالا اکنون از ادامه از رفتی نیروسنجی هر دو پهلوان که 2 دقیقه سپری گردید، اکنون نظر مشخصی حق نظر لازم است. این هم بحث برانگیز است، این هم فکر میکنم که داور را مجبور میسازد که با نوارهای تکراری توجه کند. نه، رفتی قوازمایی، البته در خاتمه با فرصت داریم که این نظر را دیگر بار ببینیم. نظارتی باز هم کمیسیه مخصوص برای هر یک حرکت و عمل اینجا هم جدی است. این رقم، این ترتیبی مشخصه که در برای انا همین اصول خوف و خطر زیاد داشته برای رقیبانی حق نظر، نظر رو در ابتدا هم اطلاع دادیم. با سرعت اجرا کرد، سبب موفقیتش همین بود. پشتناکی هوا دادن خاصی ملکه حق نظر نیست براستی. چند دفعه که توکل کرد کامگاریش را در استفاده این اصول ما ندیده ایم. هر یک پهلوان با خود باز همون یک اصولی دوست داشته و یک باز هم هیجان، و انا همین ترتیبی مشخص خیلی سازگار است با مهارت حق نظر نظر. از هر دو طرف چون این حرکت را خوب انجام نمیدهد، یک نیمه را بیشتر اختیار میکند و پهلوانان هستند که در دو قسمت چپ و راست یک زل گوشین میگیرند، اما حرکت های حق نظر به سمت چپ بسیار منصوبیتش به اون خاطر است که علاقه عادتی انا همون همیشگیش از خوردی همین، چون در مصاحبه های بیشتر هم از هم رسولوف این گفته ها را تقویت داده بود. دقیقه آخرین، از امید سر و صدای نیست برای برابر کردن نتیجه نیروسنجی. پهلوان خیلی جرأت کرد، بهترین ها را دچار شکست نمود در این وزن، در وزن تا 90 کیلو به این مرحله آمد. حق نظر 3 غلبه که دارد در چمپیونت های تاجیکستان در رشته جودو وزنش دیگر بود، وزنی تا 81 کیلو. امسال اکنون در وزنی تا 90 کیلو میدان داری میکند، وزنی که اینجا هم کامروشای استوپیریان جهانگیر مجیدوف دوتن بسیار هم برقاسا حرکت کردنش انا بخاطر همین یک اصول، انا همین ترتیب نتوانست. فهمید که سمت چپ رقیب کم ضعیفتر است، نیمه چپ را اختیار کرد، اما باز هم شیدو تهدیدش میکند. یک شیدو دارد، بله، وقت انجام یافت. حق نظر نظرف
باری چهارم با انگشتان از اشاره میکند که باری چهارم با دریافت مقام اول در چمپیونات تاجیکستان شرفیاب شد. پهلوان شهری سر سزاوارانه عنوان چمپیونی را مال خود کرد، ارزنده با سفره ظفر می براید و در حقیقت هم امروز همان مکتبی که بیشتر برادران هم سنت الله و هم اعظم محمد شریف علیف چهرهایی که این پهلوان را تربیه کردن آماده نمودن، بسیار هم ثمره دلخواه و بار آورد. سپاری غالبانی وزنی تا 90 کیلو صورت میگیرد. با غالبان توفه ها را پریزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد زایر و پریزیدنت فدراسیون گوشتینی طرزی آزاد و رومی یونانی جمشید مشرفزاده تقدیم می نمایند. با مقام سیوم کرامت الله حکیموف و اشتراکچی بازی های اولمپی اکمل مرادوف شرف یاب گردید. زینه دویوم را هم در این رقابت چون خیلی هم رجبوف امید جان تلاش کرد و دست آورد و عنوان چمپیون تاجیکستان را در وزن تا 90 کیلو حق نظر نظروف نصیب گردید. همچنین والیبال باز هم با دیپلم و گلدسته ها تقدیم کرده می شود. مکافات های پولی هم در روند آمادگی آنها برای هوسمندگردانی اینها هم یک زمینه دیگر است. از این بعد مسئولیت برای آمادگی منتخب در مسابقات اولین گرند پری که در همین تالار بر هوا از 4 تا 6 ایون سال روان برگزار می‌گردد و فشرده نیروسنجی مرحله نهایی وزن 90 کیلو را یک لحظه دیگر هم منظور شما کردیم و فرصت عکس برداری فرا رسید. این چهره های نمایان هم افتخارمندانه به هیئت منتخب تاجیکستان در گوشتین جودو شامل می شوند و امروز هم زحمت و تلاش آنها خیلی هم ثمرآور و نتیجه بخش بود. احسن و آفرین. در سفره ظفر 4 گانه موفق باقی ماندند.